توی این ویدیو همراه ما باشید. حقایق باور نکردنی و از زندگی همایون شجریان بهتون میگم، از ماجرای ازدواج جنجالیش با سحر دولت شاهی تا ماجرای باجناق شدنش با پدر مرحومش. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان متولد 31 اردیبهشت سال 1354 در شهر تهران هستش. اون خواننده و آهنگساز سبک کلاسیک و سنتی ایرانی هستش که جزء معدود خواننده های سنتیه که توی سالهای اخیر به سبک تلفیقی هم رو آورده. اون فارغ التحصیل کنسرواتور موسیقی تهرانه که با حمایت پدرش استاد محمد رضا شجریان با نواختن ساز تنبک کارش رو توی موسیقی شروع کرد و الان جز مفاخر موسیقی تلفیقی و موسیقی سنتی هستش و به حق جا پای پدرش گذاشته. همایون پسر استاد محمد رضا شجریان و فرخنده گلفشان هستش. اون سه خواهر بزرگتر از خودش به نام فرزانه، افسانه و مژگان و یه برادر کوچیکتر ناتنی به نام رایان داره و بزرگترین فرزند پسری شجریان مرحوم هستش. اون علاقهش به موسیقی از 4-5 سالگی شروع شد. با زدن ریتم روی اشیای مختلف کارش رو شروع کرد و وقتی که پدرش دید به موسیقی علاقه داره نشون میده، با تهیه یه تنبک اون رو به کلاس ناصر فرهنگ فر فرستاد. مدتی نزد استاد دادبه مشهور ساز تنبک رو یاد گرفت و موسیقی رو از اونجا شروع کرد. بعد از یادگیری تنبک شروع کردش به یادگیری آواز و همینطور سازهای دیگه مثل کمانچه. اما میتونیم فعالیت حرفه‌ای همایون رو از سال 1370 وقتی که 16 ساله بود به عنوان نوازنده تنبک به همراه پدرش بدونیم که در کنار اون به عنوان نوازنده در کنسرت‌های شهر و کشورهای مختلف حضور پیدا می‌کرد. تور کنسرت‌های محمد رضا شجریان توی دهه 70 در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا باعث شدش که همایون همیشه همراه پدر باشه و تجربه خوبی رو در 16-17 سالگی بتونه به دست بیاره. اون 8 سال بعد، یعنی در سال 1378، تازه شروع به همخوانی با گروه پدرش کرد. هنوز اینجا خوانندگی رو به صورت رسمی شروع نکرده بود، ولی خب تکنیکای آواز رو یاد گرفته بود و به عنوان همخوان در کنار پدرش بود. همایون شجریان بعد از 4 سال کسب تجربه به عنوان همخوان، اولین بار در سال 1382 آلبوم نسیم وصل رو به صورت مستقل منتشر کرد و خودش به عنوان خواننده اصلی و همینطور آهنگساز در این اثر حضور داشت. برخی از آهنگهای این آلبوم رو هم محمد زرابیان مشهور آهنگساز معروف ایرانی کار کرده بودش. همایون شجریان جز معدود خواننده هایی هستش که نامزد جایزه گرمی هم شده. اون در سال 2003 و 2005 آلبوم های بی تو به سر نمی شود و فریاد رو منتشر کرد و کنسرت های موفقی رو هم برای این آلبوم ها اجرا داشتش که این کنسرت ها و آهنگ ها حتی جایزه دریافت گرمی هم شدش توی اون سال، ولی خب در نهایت موفق نشد که گرمی رو برنده بشه. همایون تا سال 1388 کنار خوانندگی پدرش رو هم در کنسرت ها همراهی میکرد. در این زمان آلبوم قوقای عشق بازان پدر نیز با حضور وی در کنسرت ها اجرا میشدش. اما برسیم به بحث جالب ازدواج جنجالی همایون شجریان و اتفاقاتی که بعد از اون افتاد. استاد محمد رضا شجریان حدوداً 20 سال پیش بودش که ازدواج دومش رو با خانم کتایون خانساری انجام دادش که در واقع همسر دوم محمد رضا شجریان به حساب می اومد و فرزند آخرش رایان هم از این ازدواج هستش. بعد از این ازدواج همایون شجریان با خواهر کتایون خانساری یعنی گیتا خانساری ازدواج کرد و عملاً همایون و پدرش محمد رضا شجریان توی یه مقطعی باجناق همدیگه هم شدن. البته گفته میشد که چند سالی هستش که همایون از همسر اولش جدا شده و حتی یکی دو سال پیش که محمد رضا شجریان از دنیا رفت گفته میشد که همایون شجریان
از خانم گیتا خانسری جدا شده و دیگه همسر رسمیش نیست. همون زمانا شایعه ازدواج همایون شجریان با سحر دولتشاهی هم مطرح شد که تا در حد شایعه باقی مونده بود، تا اینکه توی مصاحبه‌ای که همایون شجریان داشت خبر ازدواجش با سحر دولتشاهی رو تایید کرد و گفتش که چند سالی هستش که با سحر دولتشاهی توی رابطه است و ازدواج کرده. سحر دولتشاهی هم که میشناسید دیگه، بازیگر معروفیه که همسر سابق رامبد جوان هم بوده. همایون شجریان سالهای زیادی از تجربیات اساتید مختلف مثل اردشیر کامکار در زمینه کمانچه بهره برد و بعد از اون در آلبوم ناشکیبا در سال 1383 موفق شدش که با اردشیر کامکار همکاری هم داشته باشه. همایون خودش میگه که من بعد از سینما تئاتر رو هم خیلی دوست دارم و جز تفریحات اصلی من سینما و تئاتر هست. هر بار که فرصتی پیش بیاد حتما به دیدن نمایش ها میرم و جز برنامه هم هست. حتی دخترم هم به سینما علاقه داره. متاسفانه یه مقدار کمدی های سخیف رو دوست داره و من هم به ناچار برای اینکه همراه اون باشم مجبورم که باش به سینما برم و این فیلم های سینمایی کمدی سخیف رو ببینم. خیلی وقتا مردم من رو در حالی میبینن که دارم میرم یه کمدی سخیف رو تماشا کنم و براشون غیر قابل باوره که همایون شجریان میاد همچین فیلمی رو برای تماشا کردن انتخاب میکنه، که حالا خیلی نمیتونم به اونا توضیح بدم که به خاطر دخترم مجبورم که این فیلم ها رو تماشا بکنم. همایون شجریان بارها گفته که علاقه زیادی به بازیگری داره، ولی خب هیچ وقت جرأت نکرده که این کار رو تجربه کنه. اون نظرش اینه که آدم باید واقعا دست پر باشه توی کار یا اصلا وارد یه حرفه‌ای نشه، ولی خب اگه وارد میشه باید یه چیزی برای ارائه داشته باشه. با اینکه همایون شجریان هیچ وقت تجربه بازیگری رو نداشته، ولی خب با سینماگران زیادی دوستی نزدیک داره. از جمله اونها پرویز پرستویی، گلاب آدینه، گوهر خیراندیش، نیکی کریمی، سیامک انصاری و این اخیراً هم سحر دولتشاهی بود که در نهایت به ازدواجشون ختم شد. اون در بین بچه های تئاتر هم با بازیگرای قدیمی تئاتر مثل سیامک سفری و بهناز جعفری هم دوستی داره. خواننده مورد علاقه همایون شجریان غلام حسین بنان و خانم قمرالملوک وزیری اسطوره‌های صدا بودند. در بین نسل‌های جدیدم علیرضا قربانی، محمد معتمدی، سالار عقیلی و سینا سرلک رو جز خواننده‌های خوب می‌دونه و کارهاشون رو دنبال می‌کنه. جالب بدونید که در سال 1397، یعنی حدوداً 5 سال پیش، همایون شجریان در سن 43 سالگی گواهی نامه درجه 1 هنری معادل مدرک دکترا رو در رشته آواز از وزارت ارشاد موفق شدش که به دست بیاره. اون درباره نقش پدرش در مشهور شدنش و مسیر کاریش میگه: طبعا پسر محمد رضا شجریان بودن خیلی برای من خوب بوده، ولی از طرفی دشواری‌های زیادی رو هم برای من داشته. در شرایطی که پدر شما در بالاترین جایگاه آواز ایستاده، ناخودآگاه مخاطبان و جامعه مقایسه هایی رو انجام میدن و حتی وقتی 20 و چند سالگی آواز میخونن این مقایسه انجام میشه. یعنی من جوان 20 و چند ساله با کسی قیاس میشوم که 45 سال سابقه و تجربه هنری تراز اول داشته و خب این کار رو خیلی سخت میکنه. البته که خب تجربه و استعداد و حالا ژن خوبی که همایون شجریان توی آواز داره بر کسی پوشیده نیست. حتی خود محمدرضا شجریان هم بارها توی مصاحبه‌هاش گفته که توان و هنجره همایون شجریان حتی توی یه سری از کارها از خود من هم قوی تره و خیلی از آهنگهایی که همایون توی سالهای اخیر کار کرده بود رو خود من محمدرضا شجریان نمیتونم الان توی این سن و سال اجرا بکنم. کار متفاوتی هم که همایون شجریان توی سالهای اخیر انجام داده ارائه کارهای ساختار شکنانه توی سبک قدیمی موسیقی سنتی هست. نمونش هم توی تیتراژ فیلم هایی که اجرا کرده، مثل تیتراژ فیلم آرایش غلیظ یا آهنگ با سنمایی که توی سالهای اخیر منتشر شده میتونیم ببینیم این قضیه رو.
مرسی رفقا که همراه ما بودید و این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید. حتما نظراتتون رو راجع به همایون شجریان و حواشی زندگیش برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.